هم میهنان عزیزم، میخواهم خبری را به گوش شما برسانم. استدعا میکنم هر کدامتون یک رسانه شوید و این پیام را به گوش ایرانیان عزیز برسانید. پیام دادخواهی ما: حاکمیت را ترسانده آنها نگران هستند، باید هم باشند. ترسشان را دیروز با بی‌حرمتی به پویا تأیید کردند. دیروز به مزار پویای من رفتند و با بی‌حرمتی به او و برای تحریک احساسات مادر، خواهر و خانواده وارد عمل شدند. عمل به تخریب، سرکوب و تهدید، آن هم بر مزار پویا. چقدر این حاکمیت پست است. امروز نوبت بی‌حرمتی به پویا بود تا روزهای بعدی دیگر خانواده‌های داغدیده را تهدید کنند، غافل از اینکه پیام دادخواهی ما ملی خواهد شد، چرا که رنگ همبستگی ما به علت خون ریخته شده فرزندانمان قوی‌تر از تیغ سرکوب و تهدید آنان است. مگر شیرزن ایران گوهر عشقی، مادر داغدیده ستار بهشتی را تهدید نکردند؟ و چه شجاعانه ایستاده است. مگر پیام دادخواهی حامد اسماعیلیون، داغدیده‌ای که فرزند و همسرش را کشتند، با تخریب و تهدید پاسخ ندادند؟ مگر خانواده سحر خدایاری همان دختر آبی را به حبس و سرکوب تهدید نکردند؟ این جماعت از مزار پویاها هم هراسانند، میترسند، از شما میترسند، از تنین انداز شدن صدای دادخواهی عشقی ها، اسماعیلیون ها، خدایاری ها، از همه ما، از من، از شما، از ما میترسند. اونها از رساتر شدن پیام دادخواهی ما میترسند، از همرنگی ما در همبستگی برای دادخواهی خون عزیزانمان میترسند. با بی‌حرمتی به مزار فرزندانمان که کشتند، با تهدید و سرکوب بهترین فرزندانمان که جز زندگی و شکوه ایران چیزی نمیخواهند، آنها با سیاست دروغ به جای شفافیت، وحشت به جای بردباری، سرکوب به جای دادخواهی میخواهند حکومت کنند، غافل از اینکه پیام دادخواهی ما چون از جنس همبستگی است، بر حاکمیت دروغ، وحشت و سرکوب آنان پیروز خواهد شد. یاد ما باشد که جنس سیاست النصر بالرعب وحشت است. حاکمیتی که سیاستش وحشت باشد، خود وحشت زده است. در مقابل من به جز دادخواهی خون پویا چیزی نمی خواهم. پیام من، شما، ما دادخواهی است. استدعا می کنم هر کدامتون یک رسانه شوید و این پیام مرا به گوش دیگران هم برسانید. دستگاه سرکوب حاکمیت باید هر بار موفق شود، ولی همبستگی ما برای دادخواهی کافی است یک بار پیروز شود. و بدین وسیله از تمامی بازماندگان داغدیده میخواهم که دادخواه خون عزیزانتان باشید، دادخواه ایرانیان آزاده، دادخواه ایران.